أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. بسلام درود بي پایان بروان خاتم الانبیاء محمد مصطفی، فرزندان معصوم اون حضرت، یاران با وفا و صمیمیش، سلام و درود خدا محضر شما خوبان و عزیزان مستحضر در سنگر محراب و عبادت و بندگی. لحظات کوتاه محضر شما خوبان قرار دارم، ابتداعا خودم را و سپس شما صالحان و خوبان مؤمنین و مؤمنات را توصیه به تقوای الهی و نظم در زندگی می نمایم. قرآن کریم کتاب هدایتگر است. اگر در پرتو قرآن زندگی بشر ترسیم می شود و یا ترسیم شود، بشر از این منجلاب و بدبختی نجات خواهد پیدا کرد. قرآن آمده است بشر را و انسانیت را به مقام خلیفت الله دعوت کند. قرآن آمده است راه و روش زندگی انسانی را به انسان ترسیم کنه و معرفی کنه. اگر قرآن در زندگی بشر حاکم می شود، آثار حاکمیت قرآن اون گونه‌ای که از آیات قرآن به دست می آید چهار چیز بود. چهار اثر در زندگی اجتماعی بشر، زندگی فردی رو بحث نمی کنم، واقع می شود. و اگر امروزم بشر بخواهد به احکام قرآن عمل کند، به فرمان قرآن سر تعظیم فرود بیاورد، این چهار اثر اجتماعی در زندگیش پیاده خواهد گردید. یک، عدالت اجتماعی. اون چه که گم شده بشری امروز است، شرق و غرب عالم شعار عدالته. اگر قلدران زمان ما با هر وسیله بخواهد کشورها رو تسخیر کنه، یکی از شعارشان عدالت اجتماعی است. میگه حقوق انسان و حقوق بشر در این کشور مراعات نمی شود، ولی شعار بیش نیست. اما اگر بشر در پرتو قرآن زندگی کند، با قرآن زیست کند و قرآن را در زندگیش حاکم قرار بدهد، عدالت اجتماعی در جهان خواهد حاکم گردید. قرآن کریم می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خدای عز و جل میگه ارسال رسول و انزال کتب برای این است تا مردم قسط و عدل و برادری و برابری را در جامعه لمس کنند و درک کنند. قرآن ضد ظلم و ضد فقر و فحشا و منکرات است. قرآن ضد اشرافگری، ضد تبعیض، ضد ظلم، ضد تجاوز است. بشر اگر از ظلم به سطوح بیاید، اگر از اشرافگری به سطوح بیاید، اگر از نبود عدالت اجتماعی به سطوح بیاید، در پرتو قرآن پناه ببرد. پس یکی از آثار حاکمیت قرآن عدالت اجتماعی است. دومین اثر حاکمیت قرآن در جامعه امنیت است. امروز جهان در ناامنی می‌سوزد. شرق و غرب همسایه‌هایش را می‌کوبند. مرزهایشان را سیم خاردار و امثال اون می‌گیرند تا بتواند از ناامنی در کشورشان جلوگیری کند. ولی محال است. محال است تا زمانی که قرآن در اون کشورها حاکم نشود و در سرزمین وجود زندگی بشر قرآن متبلور نشود، محال است امنیت در کشورها به وجود بیاید. وعده خدا بر اینه انسان‌های بزدل، ترسو، انسان‌های بی‌درد از جامعه باید زدوده شود، به جای او انسان‌های دردمند، انسان‌های با غیرت و با احساس در جهان حاکم شوند. به خاطر این که ما، خدای عزوجل می‌فرماید خوف و ترس و استرابشون رو تبدیل به امنیت میکنن. یعنی اگر مردم در پرتو قرآن زندگی کند، ناامنی ها، ریشه ناامنی ها از جهان ریشکن خواهد شد. ولی متاسفانه امروز بشر در بدر به این در میزند، به اون در میزند تا امنیت را به دست بیاوره. گاهی بمب اتم اختراع میکنه، گاهی موشک اختراع میکنه، گاهی تروریست را تربیت میکنه و ایجاد میکنه برای حفظ امنیتش، ولی هیچ کدام اینها کارساز نخواهد بود. سومین آثار حاکمیت قرآن در زندگی بشر قدرت است. امروز ضعفا در عالم لگدمال میشود. امروز هر که قدرت بیشتر داره، نیروی بیشتر داره، میتازد تا جهان را تحت سیطره خود درآورد، بدون این که تحت حاکمیت قرآن بشر بیاید، ضعفش جبران نخواهد شد. و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل. خدای عزوجل میفرماید ای بشر، ای مسلمان، هرچه در توان داری تلاش کن، سعی کن، امکاناتی که دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا از او بترسد به دست بیاوری. خودت را با سلاح روز مجهز کن. اگر امروز دشمن با فضای مجازی تخت و تاز میکند، قلوب جوانان شما را دارن تسخیر میکنه، فرهنگ ها را دارن به مبتذلیات تبدیل میکند، تو جوان، تو مسلمان، تو مؤمن باید مسلح شوی به سلاح فضای مجازی و این سلاح را از دست دشمن بگیری. باید آمادگی داشته باشیم در هر برهه‌ای که دشمن بخواهد از اون زاویه، از اون ناحیه بر تو بتازد، تو باید با تمام وجودت قدرتت را به دست بیاوری. اسلام با مؤمن ضعیف، با اسلام ضعیف رابطه اونچنان مناسبی ندارد.
انسان باید قوی شود، قدرتمند شود. این قدرت کی به دست می آید؟ زمانی که زمین و جامعه و بشریت تحت پرتو قرآن زندگی کند. در جای دیگر قرآن کریم می فرماید واصبروا، اگر شما پایداری کنین، صبر کنین، برنامه ریزی کنین، مدیریت کنین، حرکت عاقلانه انجام بدهین، خداوند این سرزمین را به ارث به شما گذاشته است. والعاقبت للمتقین، پایان کار نتیجه مثبت از آن مؤمنین خواهد بود. صلوات و رحمت بکنین. انسان باید در راه رسیدن به عزت آقایی تلاش باید بکنه. وقتی انسان میخواد به قله بلند ارتفاع حرکت کند، برسد، بدون زحمت ممکن نیست. وقتی مسلمان بخواهد احکام قرآن را در جامعه حاکم کنه، عدالت اجتماعی را تأمین کنه، امنیت سرتاسری را در جهان حاکم کنه، این شدنی نیست مگر اینکه تلاش کند. چون بازم قرآن می فرماید لیس للانسان الا ما سعا. چهارمین عامل که در پرتو حاکمیت قرآن، از آثار حاکمیت قرآن است، معنویت است. رابطه بین عبد و معبود رابطه عاشقانه خواهد بود. محبت در جهان حاکم خواهد شد. محبت اولیاء الله، محبت بندگان مخلص خدا در دلها جوانه خواهد زد. یحبونهم و یحبونه، خدا اونها را دوست دارد و اونها هم خدا را دوست دارند. اذلتون علی المؤمنین، در مقابل بندگان صالح خدا سر تعظیم فرود می آورند. و عزتن علی الکافرین، در مقابل دشمنان خدا صبور و شکیبا و هدفمند و پرتلاش بروز خواهد کرد. اما اگر قرآن مهجور ماند در جامعه، اگر قرآن در بطن زندگی بشر راه پیدا نکرد، و زمان مسلم است در کشور، در منطقه، در جهان ظلم، تاریکی، بی‌عدالتی، ناامنی، بی‌بندوباری، فسق و فجور حاکم خواهد شد. و اگر قرآن مهجور ماند، قرآن با ولایت با هم جدا شدن، مردم به متون قرآن مراجعه نکردن، مسلم است دیگر آزادی در جامعه راه ندارد. مرحوم علامه اقبال لاهوری می فرماید چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. میگه اگر میخوای آزادی واقعی در جهان حاکم شود، باید قرآن را در متن زندگی بشر حاکم کنی. و تأسفم اینجاست که گاهی قرآن را از متن زندگی مردم بیرون میبرند، ولی نام قرآن را در جهان و بین ملت‌ها ترویج میکنند. گاهی متأسفانه وقت در زندگی عمومی و اجتماعی قرآن حاکم نبود، به نام قرآن ظلم، آدم کشی و فجایع را راه می اندازند. بدتر از اون، ظالم مدافع قرآن خودش را معرفی می کنه و به نام قرآن جنایت مرتکب می شود. یزید 3 سال خلافت می کنه به نام دفاع از قرآن، به نام دفاع از دین، سر قرآن ناطق را روی نیزه می برد تا برای من و تو یک پیام بدهد. ای مسلمان، اگر قرآن را در زندگیت حاکم کردی، حسین در جامعه باید حاکمیت کنه.
و الا اگر تو تنبلی کردی، اگر تو آمدی با قرآن فاصله گرفتی، بدان و مطمئن باش رفاع تو رفتن سر حسین بالای نیزه را می طلبد. ای بشر، ای انسان ها، اگر بخواهی باید سعی و تلاش کنی قرآن را در زندگیت حاکم کنی، و الا قرآن ناطق بالای نیزه پیشا پیش زنها و دختران رسول الله باید در ملای عام ظهور پیدا کنند. یزید به نام دین، به نام خلیفه رسول الله، فرزندان قرآن را، فرزندان پیامبر را به اسارت میبره. به نام خلیفت و رسول الله خانه خدا را آتش میزنه. به نام خلیفه رسول الله سه روز مدینه که شهر امن پیغمبر است، پیامبر فرموده هر کسی اهل مدینه را بترساند به لعنت خدا گرفتار شود. یزید و لشکریانش سه روز مدینه را تاراج میکنه و با تأسف شرم‌آور است انسان بیان کنه. به نام لشکریان خلیفه رسول خدا بر دختران مهاجر، بر دختران اصحاب پیغمبر، بر دختران و زنان شهدای بدر و احد و حنین دست تعدی دراز میکنن. مردم مدینه وقت قرآن را در زندگیشان حاکم نکردن، آمدن به یزید بیعت کردن، سر تعظیم در مقابل یزید خونخوار خم کردن. نتیجه اش این می شود که یزید به نام خلیفه رسول الله سه روز حرم امن رسول خدا را، سه روز دختران شهدای بدر و احد را حلال اعلام می کند. وای بر چنین مسلمانی، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. پس اگر قرآن حاکم شود، چهار تا نتیجه آثار حاکمیت قرآن در جامعه پیاده می شود: عدل عمومی، امنیت عمومی و رفاه عمومی در جامعه حاکم خواهد شد. و امیدوارم که ما بتوانیم قدرت را که قرآن به ما وعده داده است در حاکمیت قرآن به دست بیاوریم، و همینطور معنویت را به شرط این که قرآن را بیاریم در متن زندگی خانوادگی ما، در بحث‌های سیاسی ما، در بحث‌های اقتصادی ما، در بحث‌های اجتماعی ما قرآن را حاکم کنیم. فقط قرآن را برای مسافر و مریض یا میت استفاده نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله خير الورى. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد المصطفى وعلى علي أمير المؤمنين سيد الوصيين وإمام المتقين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر المهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران مؤمنین و مؤمنات، سروران عزیزم، ابتداعا خودم را از باب استحقاق و نیاز و شما سرورانم را از باب تذکر توصیه به تقوای الهی می کنم، چون توصیه همه انبیا و همه اولیا در رأس همه انبیا خاتم انبیا محمد مصطفی توصیه به تقوای الهی بوده است. سیل‌های اخیر در کشور متاسفانه سبب ضرر و خسارات هنگفت شده است. این سیلاب‌ها یک امتحانی است برای متضررین و همچنین برای انسان‌های متمول و قدرتمند این کشور و برای مردمی که امکانات مادی دارند تا به استقبال به کمک برادران مظلومشان در گوشه گوشه این کشور برسند. در حوادث اخیر سیل‌های کشور 182 نفر طبق آمار که رسانه‌های کشوری داده‌اند 182 نفر تلف و تعداد 250 نفر هم زخمی داریم و تعداد 3919 خانه تخریب شده ان یا کلن یا بعضن. این خساراتی هنگفتیست و طبق آماری که داده شده ان بیشترین این تلفات در شرق کشور و جنوب شرق کشور واقع شده است. امیدوارم سازمان ملل، نیروهای کمک کننده کشورهای اسلامی، خیرین کشوری و همچنین حکومت سرپرست افغانستان تلاش کنند در قضایای سیل‌های اخیر مقدار با مردم فقیر که از فقر جانشون به لب رسیده است و این سیلم بلای جدید شده است به نوع کمک رسانی کنند. مؤسسه حمایت از کودکان یونیسف، سازمان ملل اعلام کرده است در افغانستان 9.9 میلیون کودک با بحران گرسنگی شدید روبروست. سوال اینجاست، این فقر و بیچارگی و ناامنی و بیکاری را کی برای این کشور به ارمغان آورده است؟ خب مسلمه کشورهای مدعی حقوق بشر، کشورهایی که با شعارهای زیبایشان کشورهایشان را برای نسل جوان ما بهشت جلوه میدهند، قانونشان را به عنوان قانون نجات بخش بشر معرفی میکنند، این بلای عظیم را در کشور به وجود آوردند، زیربناهای اقتصادی این کشور را تخریب کردند، در انتخابات ها تقلب وارد کردند، مردم را نسبت به حکومت ها بدبین کردند،
الانم دارن تلاش میکنن جنگ قومی مذهبی و سمتی را در این کشور راه بیندازد. خطاب من به نسل جوان این کشور است، برادران جوانهای عزیز، بیاییم فرمان قرآن را عمل کنیم. انما المؤمنون اخوه فصلحوا بین اخویکم. هر وقت در جای منازعه ایجاد می شود، کشمکش ایجاد می شود، برادران مسلمان به فریاد یک دیگر برسن. صلوات مرحمت بکنین. بیاییم برادران دست به دست هم داده مشکلات این کشور را خودمان حل کنیم. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به دیگران اتکا نکنیم، منتظر دیگرانم نمانیم. کسی به خدای واحد قسم درد ما را نه درد درک میتواند نه درمان میکنن. نکته اخیر، تلاشی خانه به خانه امارت اسلامی آیا امنیت را در کشور در ولایت حاکم خواهد کرد؟ دیروز در سراسر شهر مزار شریف نیروهای امارت اسلامی تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. البته مردم شریف افغانستان خواستار امنیت سرتاسری هست، در شکی نیست. مردم عزیز افغانستان از تروریست جنایتکاران به هیچ وجه دفاع نمی کنند. اما سوال اینه، تلاشی خانه به خانه امنیت را حاکم می کنه یا نه؟ بر بگردیم به چند دهه قبل، روس‌ها وارد کشور شدند، سلاح‌های ملت افغانستان را جمع آوری کرد ولی امنیت به دست نیامد. آمریکایی‌ها وارد شدند، دیدیار کردند، سلاح‌های حتی چند سال قبل، 100 سال قبل را مردم آوردند به دست اینها دادند تا امکانات مادی به دست بیاورند. گمان میکردیم با جمع آوری اسلحه امنیت در این کشور حاکم میشود، دیدیم حاکم نشد. پس تجربه نشان میدهد با جمع آوری سلاح هرگز امنیت در یک کشور، در یک مملکت، در یک ولایت حاکم نمیشود. اگر امارت اسلامی خواهان این است که امنیت را در این کشور تأمین کند، بیاید دلهای مسلمان ها و مردم این کشور را به دست بیاورد، این مردم را بهش اعتماد کند و مردم هم دولت را از خودش بداند، مردم خودش را در آینه دولت ببیند. وقت دلها تسخیر شود، سلاح ها خود به خود از کار می افتد. بیایین ما مانند وطنداران با همدیگر زندگی کنیم، اعتماد کنیم، این کشور رو بسازیم. اگر خدای نخواسته بی اعتمادی در بین ملت و بین حکومت ایجاد شود، اگر خدای نخواسته ملت ببیند اعتقاداتشان از جانب حکومت زیر سوال می رود، به هیچ وجهی در این کشور و در هر کشور دیگر باشد نمی توان امنیت را تأمین کرد. زمان مردم خودش را در آینه حکومت ببینه، زمان که مردم ببیند به اعتقاداتشان احترام گذاشته می شود، مذهبشان به عنوان مذهب اسلامی مورد تکریم قرار می گیرد، این ملت و این مردم خود به خود صلاحشان را به حکومت تسلیم می کنند. وقت امنیت باشه، امنیت اعتقادی، امنیت جسمی و جانی، دیگه مردم سراغ اسلحه نخواهد رفت. من باورم اینه به عنوان یک طلبه و تجربیاتی که دارم، تا زمان ملت ها دلهای مردم را به دست نیاورن با تسخیر جغرافیا حکومت پایدار نمیماند. با تسخیر جغرافیا مردم امنیت را نمیتوانن تأمین کنن. زمان امنیت تأمین میشود که حکومت دلسوزانه به مردمش خدمت صادقانه میکنه و مردمش خودش را در آینه حکومت ببیند. توصیه من به امارت اسلامی به عنوان یک طلبه این است
بارها در خطبه های نماز جمعه، در مجالس عمومی، در جلساتی که با سران امارت اسلامی در حکومت محلی داشتیم این را اشاره داشتیم که اگر امارت اسلامی مردم را از آن خود بکند، دشمن هیچگاهی نمیتواند از این مردم نیرو بگیرد. و اگر امارت اسلامی خدای نخواسته نتواند امنیت رو تأمین کنه، نتواند حاکمیت قرآن را در این کشور تطبیق بدهد، این بار مسلمان ها به 100 سال عقب برمیگردد و این مسئولیت را بزرگان امارت اسلامی باید پاسخگو باشه، چون بهانه رسانه‌ای به دست دشمنان اسلام داده شود. خوراک فکری برای جوانان غافل دنیا، جوانان که از اسلام فقط اسمش را شنیده و اسلام را از طریق همون رسانه های غول پیکره شرکتی دنیا میشناسد، اونها دیگر از اسلام بیزار خواهد شد. امیدوارم امارت اسلامی با درایت، هوشیاری، تیزهوشیشان جلوی این انحرافات و این تبلیغات سوء را بگیرند و مردم را با نشان دادن رأفت، مهربانی، عطوفت اسلامی به سمت اسلام دعوت کنند. بیشتر مزاحمت نکنم، اگرچه صدایم خیلی خسته است. 2-3 نکته دیگرم باقی مونده بود، وقت گذشته. 2-3 کلمه ذکر مصیبتم بخوانم، چون ایام ایام مصیبت اهل الله است. سرور عزیزمان اشاره کردند، ایام ایام غربت زین العابدین، حضرت امام سجاد علیه السلام و زینب کبراست. مردم اگر خون گریه کند عالم کم است. دسته های گدایی رو ببر بالا، روز جمعه و زیر قبه ابی عبدالله و نماز جمعه، هر که حاجت داره دسته رو بیاره بالا. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا يا مبدل السيئات بالحسنات، خدايا بحق زهرا و پدر و شوهر و بچهای زهرا، دستهای گدایی از دروازه کرمت خالی و ناامید برمگردان. پدران و مادران، گذشتگان، زبل حقوق ما، کسانی که ما را با مکتب اهل بیت آشنایی دادن، همه را ببخش و بیامرز. قطرات اشک ما ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. در نسل و ذریه ما دشمن دین و قرآن، دشمن مکتب اهل بیت قرار مده. اسلام و مسلمین معید و منصور فرما. دشمنان قرآن ذلیل و رسوا و بی آبرو بگردان. دشمنان این مملکت، دشمنان مکتب اهل بیت، اگر قابل هدایت هم هدایت و الا رسوا و ذلیلشون بگردان. اله العالمین به جلال کرم و کبریاییت قسمت میریم وحدت که بهترین نعمت توست بین کشورهای اسلامی، مملکت ما، مردم ما، جمع و جماعت ما. حاکم بفرما برای مغفرت اموات مؤمنین، استخ خوشنودی ارواح طیبه شهدا، تعجیل در فرج آقا ولی عصر بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.